سلام میکنم به شما دوستان عزیز متولد دی ماه. راشل هستم از کانال یوتیوب هوروسکوپ فارسی و میخواستم براتون هوروسکوپ نیمه اول اکتبر 2015 رو بگم. این ویدیو مخصوص دوستانی هست که خورشید، ماه و یا رایزینگ ساینشون ساین کپریکورن یا بز هست. خب این ماه اکتبر همچنان مثل سپتامبری که پشت سر گذاشتیم ماه قدرتمندیه. تغییراتی که در سپتامبر شروع شده همچنان ادامه داره و در سپتامبر ما تغییرات خیلی اساسی در آسمون داشتیم. یه سری سیاره‌های خیلی بزرگ و مطرحی جابجا شدن، تغییر مکان دادن که یکی از مهمترین اینها جابجایی ساترن بود که بعد از 3 سال از سکورپیو برای همیشه خارج شد و تا 40 سال آینده به عقرب یا سکورپیو بر نمیگرده و وارد ساین کماندار یا ساجیتریس شد. خب ساترن در حال حاضر در خونه 12 شما قرار گرفته و این قسمت مربوط میشه به زندگی روحانی شما و وقتی که ساترن اینجاست شما شاید حتی عقاید خودتون رو زیر سوال ببرید و حتی شاید عقایدتون رو تغییرات اساسی بدید. شاید دوره های آموزشی متافیزیکی شروع کنید مثل مدیتیشن، یوگا، ستاره شناسی، هر چیزی که مربوط میشه به ارتباط شما با دنیای متافیزیک، با آفریننده خودتون، با خداوند. به هر حال میخواین کاری کنین که به رضایت روحی و درونی برسین. ساترن در ماه اکتبر از این خونه 12 زاویه خیلی خوب میسازه با راهو یا نورث نود در خونه 10 شما که مربوط میشه به بیزینس و حرفه شما که زاویه خیلی ساپورت کننده ای داره و راهو که در کنار مرکوری و خورشید قرار گرفته در خونه 10 چارت زندگی شما کمک میکنه که یک سری موارد مربوط به بیزینس و کاری که دارید میکنید درس بگیرید، تجربه کنید تا استراکچر خیلی قوی تری و بهتری بتونید برای کارتون ایجاد بکنید. به خصوص که مرکوری هم در اینجا بوده و حرکت برگشتی داشته، حرکت پس رونده داشته که تا 10 اکتبر ادامه پیدا میکنه، احتمالا زمان خیلی خوبی بوده برای ارزیابی بیزینستون و شاید تا مرکوری حرکتش مستقیم بشه خیلی از شما تصمیم بگیرید که پایان بدید به کاری که داشتید میکردین و یک کار جدید رو شروع بکنید. به هر حال ارزیابی و تصمیم گیری که میکنید، یعنی ارزیابی که به خاطر حرکت برگشتی مرکوری شما ارزیابی داشتید برای کارتون و اگر میخواین تصمیم گیری بکنید بذارید تا 10 اکتبر به بعد این کار رو انجام بدین که حرکت مرکوری مستقیم باشه و زمان خوبی باشه برای شروع یک بیزنس جدید یا در هر صورت تغییراتی که میخواین در کارتون بدین. و البته 13 اکتبر ماه نو رو هم ما در همین قسمت داریم که ماه نو در واقع همیشه یک شروع جدیده. همونطور که گفتم میتونید اگر بخواید کار جدیدی رو شروع بکنید، حرفه جدیدی شروع کنید، میتونید از 13 اکتبر به بعد خیلی فرصت خوبی هست برای شروع کار و بیزنس جدید. خب مورد دیگه ای که توجه شما رو خیلی به خودش معطوف میکنه این ماه در حقیقت فعالیت های خونه 9 شماست که مربوط میشه به سفرهای خارجی، مهاجرت، ادامه تحصیل در خارج از کشور، سرمایه گذاری خارجی یا فعالیت های از این قبیل. ما در هر صورت ما سپتامبر هم خورشید گرفتگی رو در این قسمت داشتیم و این خونه شما از سپتامبر فعال بوده، یعنی خونه ای که مربوط میشه به مهاجرت و جابجایی شما، سفرهای دور و خارجی شما از ماه سپتامبر فعال شده بوده و این قسمت همچنان فعالیتش رو ادامه میده و مارس هم از سپتامبر وارد این قسمت شده، کنار جوپیتر قرار میگیره، ونوس هم از 10 اکتبر به اینجا میاد. خلاصه ونوس و جوپیتر و مارس الان در خونه 9 شما هستن و این فرصت رو به شما میدن که اگر تصمیم دارین که مهاجرت بکنید، به سفر به کشور خارجی برید، تصمیمتون عملی بکنید، حتی در مورد ارتباطات آنلاینتون با افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنن ممکنه که ارتباطاتتون وسیع‌تر بشه، ممکنه که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نتیجه برسه یا حتی تصمیم داشتین که تحصیلات خارج از کشور داشته باشین، جوابش بیاد از دانشگاه و هر حال چیزی هست که مربوط میشه به بیشتر به کشورهای خارجی، یعنی ارتباط شما با اون خارج از سرزمین مادریتون و جابجا شدنتون.
از 5 تا 8 اکتبر. البته نپتون انرژیش در تضاد با مارس، یکم ممکنه که شما رو سردرگم بکنه و هنوز یک سری مسائل و جزئیات این مهاجرت، این جا به جایی یا این ادامه تحصیل، اینها براتون روشن نشده باشه، ولی به هر حال از هفته اول اکتبر به بعد هم مرکوری در حرکتش مستقیم میشه و هم نپتون از این وضعیت در میاد و میتونه در واقع به شما نتایج رو اعلام بکنه و همه چیز رو براتون روشن بکنه. از 6 تا 16 اکتبر پلوتو هم خیلی زاویه قوی و خوبی با جوپیتر میسازه که این در واقع پلوتو هم تغییرات اساسی و ریشه‌ایه که باز این حالتی که بین جوپیتر و پلوتو هست باز هم شما رو ساپورت میکنه در مورد موارد جابجاییتون، اگر میخواین که مهاجرت بکنید، اگر که گفتم میخواین ادامه تحصیل بدید، حتی مسائل قانونی اگر منتظر نتایجی از دادگاه هستید، مسائل قضایی، اینها همه مواردیه که مربوط به خونه 9 میشه و الان شما در ماه اکتبر ساپورت خیلی قوی از پلوتو هم برای این قسمت دارین و پلوتو در حقیقت تغییراتی که میده خیلی ریشه دار و اساسیه، یعنی اگر که شما تصمیم دارید که برید حتما خیلی اساسی و مدت دار این تصمیماتتون برای ادامه تحصیل یا جابجایی یا مهاجرت عملی میشه و میتونید به نتیجه برسید. دوستان عزیز، این هوروسکوپ 2 اول ماه اکتبر بود. 2 دوم ماه اکتبر رو بعدم براتون ریکورد میکنم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین رو به دوستانتون شیر کنین، سابسکرایب کنید، لایک بزنید. اگر نظری دارید، سوالی دارید، در قسمت نظرات میتونید بنویسید. در قسمت توضیحات من آیدی فیسبوک هم میذارم، میتونید اونجا عضو بشید و از اطلاعات، حالا آپدیت های روزانه در مورد سیاره ها و ساین های مختلف میتونید استفاده کنید. امیدوارم ماه اکتبر خوبی در پیش رو داشته باشید و اخبار خوبی در مورد مهاجرت، مسائل قانونی، مسائل تحصیلی، ادامه تحصیلتون بتونید دریافت کنید، همینطور هم در مورد موارد کاری و بیزینسیتون بتونید اونها رو به نتیجه برسونید. دوستتون دارم، امیدوارم که ماه اکتبر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.